همراه هستیم با همکارم توماج تاهباز از تایلند. توماج، از تحلیل ها و واکنش ها به سفر پوتین به چین بیشتر از تو بشنوه. طبیعتاً فرهناز، نگاه‌ها و تحلیل‌های بسیار گوناگونی مطرحه. طبیعتاً بخشی معتقدند که این سفر یک بار دیگه بیانگر رابطه بسیار تنگاتنگ و راهبردی چین و روسیه است. خیلی از تحلیلگرها و نشریات دولتی چین از این جمله هستند. مثلا نشریه چاینا دیلی، یک نشریه دولتی، میگه دو کشور به مهمترین شرکای استراتژیک هم تبدیل شدن، در حالی که چین سعی می‌کنه بین روسیه و غرب هم میانجیگری بکنه. اما برخلاف تصور عمومی، خیلی از تحلیلگرای آسیایی معتقدند موانع زیادی در روابط چین و روسیه وجود داره، خصوص برای پکن که خب در تلاش یه خط بسیار باریکی تعادلش رو حفظ کنه. از یه طرف روسیه هست و روابطی که با مسکو داره، به خصوص در شرایط فعلی که جنگ اوکراین هم هست. از طرف دیگه کلیدی ترین بازار و روابط تجاریش که با اروپا و آمریکا هست و باید اونها رو هم از گزند تحریم ها و ممنوعیت ها تا جایی که میتونه حفظ کنه. مثلا نشریه دیپلمات، یک نشریه متمرکز بر مسائل شرق و جنوب آسیا، میگه با وجود سفر بسیار پرخبر و پررنگ و لعاب آقای پوتین، اما مسائل پیچیده زیادی برای گفتگو بین شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین وجود داره. چیزی که نباید فراموش کرد که با وجود افزایش تبادلات خارجی، مثلا تو همین سال 2023، سال گذشته میلادی، که به طور مشخصی تبادلات تجاری افزایش پیدا کرد، اما گزارشان نشون میده که سرمایه گذاری مستقیم پکن در روسیه تقریبا 0.3 تا 0.4% در مقایسه با سرمایه گذاری پکن در مقیاس جهانیه، که بسیار بسیار رقم کمیه و نشان دهنده البته مشکلات به خصوص تبادلات مالی و بانکی. الیزابت ویشنی، یک تحلیلگر آمریکایی تو مرکز مطالعات دریایی آمریکا، گفته برای پوتین سفر با وجود همه ممنوعیتاش مهمه که نشون بده شراکت راهبردی دو کشور اهمیت خاصی داره و برای چین این همکاری به یک نیروی بازدارنده علیه غرب تبدیل میشه، یک برگ برنده. ولی پکن به اعتدال نیاز داره تا وارد نبرد مستقیم با غرب نشه. باز هم خانم ویشنی که از جمله کسانیه که معتقدن که در واقع پکن روی خط بسیار نازکی داره حرکت میکنه. مایکل پومپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، در گفتگویی که با رادیو آسیای آزاد داشته، گفته رهبران دو کشور دو تا دیکتاتورن و همکاریشون یک خطر عظیم نه تنها برای جهان، به خصوص برای اروپا است. آقای پومپئو باز هم به همین مسئله، یعنی انتقادهای عمومی، اشاره کرده که در واقع ماشین جنگی روسیه پولش رو چین تامین میکنه، اون هم با خرید نفت روسیه، خرید انرژی روسیه. یه موضوع دیگه که مورد توجه زیادی قرار گرفته اینه که چین تا چه حد به درخواست‌ها، به خصوص درخواست‌های غرب برای عدم ارسال کالاها با کاربرد دوگانه تکمیل خواهد کرد. مقامات آمریکایی تاکید کردن که خواستار توقف این گونه صادرات هستن که میتونن در ادوات نظامی هم استفاده بشن. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ساعت گذشته گفت که نگران بازسازی صنایع دفاعی روسیه توسط چینه. متشکرم از توضیحات توماج تاهباز از تایلند.